و اما مهمان بعدی ما دکتر فوجان زینی، نویسنده، روانشناس و رواندرمانگر شناخته شده در ایروان کالیفرنیا است. دکتر زینی با ارائه مقالات و برنامه‌های مختلف در دانشگاه‌ها، انستیتیوها، به صورت آنلاین و در رادیو و تلویزیون روش‌های جدید معالجه روانی و بهبود روابط انسانی رو ارائه می‌کند و ابداع کننده روش روانشناسی awareness integration model یا در واقع آگاهی و ادغام درون هستند. خانم دکتر خواهش میکنم بفرمایید. با سلام. فکر آزاد مهر میپروراند. فکر آزاد، منظورم چیه از فکر آزاد؟ معمولا وقتی ما ها فکر آزاد داریم فکر میکنیم که باید بریم یه جایی آروم بشینیم، بگیم بریم تو مدیتیشن و یواش یواش فکرمون آزاد میشه، برای اینکه با آرامش درون در حقیقت این دوتا رو در کنار هم میذاریم، ولی خیلی متفاوتن با هم. یادم یکی از دکترها به اسم جک کورنفیلد که روانشناسه و بعد رفته بودش بودیست مانک شده بود یه مدت، برای 25 سال رفته بود توی تبت و نشسته بود و واسه خودش مدیتیت میکرد. بعد تصمیم گرفت بیاد نیویورک. اولین روزی که اومد نیویورک و رفتش توی تاکسی نشست که بره توی اطراف، با خودش عرض گفت خیلی خوبه من وقتی اون بالا سر کوه هیچکس کنارم نیست، آرامش دارم، ولی مهم اینه که چجوری تو نیویورک آرامش داشته باشم هر لحظه و لحظه به لحظه‌ای که دارم با دنیا دست و پنجه نرم میکنم و با مسائلش چجوری آرامش درونم رو حفظ بکنم. و در نتیجه دو تا مسئله مختلفه. فکر آزاد فکریه که وصل نمیکنه خودشو به مسائل، بند نمیکنه، گیر نمیده. فکر دائم میاد، ما ایم که بهش گیر میدیم. احساس آرامش حسه، حسیه که به وجود میاد وقتی فکرمون آزاده و به چیزی بند نکرده. یادتونه وقتی بچه بودین ذوق میکردین از دنیا، دنیا رو از فضای هیچ میدیدین، درسته؟ یک فضای باز بود، مثل یه اسفنج. اومده بودین و لحظه به لحظه رو نگاه میکردین. نوزاداتون رو دیدین، یه چیزی نگاه میکردین، دستای خودشون هی اینجوری میکنن و باهاش کیف میکنن. بعد جلو میرن، همه مسائل دنیا براشون جدیده. ذوق، نیت در حقیقت تجربه کردنه. تجربه هر چیزی که جلوشونه. اونه که داره به اونها ذوق زندگی رو میده. نه اینی که همه ما هم کودکیامون خیلی عالی بوده. من هم بین 3 سالگی تا 8 سالگی داشت به هم آزار جنسی می اومد. مادر و پدر من در سن 5 سالگی از هم طلاق گرفتن. من نه اون رو داشتم نه این رو، نه خانوادم رو. در نتیجه نه اینه که مسائل سخت نیست. ماها کنترل خیلی از مسائل خارجمون رو نداریم. ولی یه جا رو کنترل داریم. درون خودمونه. که با مسائلی که اتفاق می افته چی کار بکنیم. وقتی بچه هستیم مسائل میاد، چون قدرت نداریم، توانایی تغییر بیرون رو نداریم، ولی یه جا رو توانایی داریم، اون چیزی که در اتفاقی که در ذهن ما داره میفته و در بدن ما میفته و چجوری اون رو باهاش داریم چه کار میکنیم. یواش یواش توی این بازی ها هرچی رو که یاد میگیریم از خانوادمون، از پدرمون، از مادرمون، از معلمینمون، از تمام کسانی که اطرافمون هستن، یواش یواش کلاسه میکنیم، طبقه بندی میکنیم. اینا خوبه، اینا بده. تازه به همون کلاسه شدن معلم ها یاد میدن. این رنگ هاست، این شکلیه، این شیپ هاست، باید این کار کرد. چیزهای دیگه هم به همون یاد میدن. این آدم ها خوبن، برو باشون بازی کن. اون آدم ها بدن، باشون بازی نکن. به این یکی اشخاص اصلا نمیتونی اعتماد کنی، به اون یکی ها میتونی انجام بدی. این کارو نکن، دیگه حق نداری انجام بدی. پس کجاست که زندگی ما شروع میکنه به کلاسه شدن؟ یعنی اون ذوق بازی‌هایی رو که داریم انجام میدیم حالا شروع میشه کلاسه شدن. و با چه اتفاقی ما کلاسه میکنیم؟ با دو تا نوع. یا لذت میده، اونو کلاسه میکنیم تو قسمت‌های خوشمزه، یا درد میاره، اونو کلاسه میکنیم تو قسمت‌های دردآور. مغز ما میخواد چی کار بکنه؟ ما رو ببره به طرف تمام کارهایی که خوشمزه است و فرار کنه از کارهایی که در حقیقت درد داره. و بعد توی این فضا شروع میکنیم برای خودمون روایت ساختن و داستان ساختن. زندگی ما میشه داستانهایی که ما داریم میسازیم. هویت ما میشه داستان ما.
من کیم؟ فامیلم کیه؟ به عنوان زن کیم؟ به عنوان ایرانی کیم؟ به عنوان هر کسی کیم؟ در نتیجه زندگی این روایت رو میسازه و من در کنار زندگی شروع میکنم روایت خودم رو ساختم. یعنی نگاه میکنم من در 25 سالی که روانشناس بودم چطوره که یک شخصی حتی مثل خود من که اینقدر دردها کشیده و میتونسته یا معتاد بشه یا خودکشی کنه، چه روایتی ساخته که میتونسته زندگی کنه و زندگی رو جلو ببره، و با کسانی کار کردم که لای زرورق بزرگ شدن، پدر و مادرشون اجازه ندادن آخ بهشون بگن و با تلنگری میشکنن. زمانی بوده که با کسانی کار کردم که در بیمارستان روانی در اوج لحظه بودن که میخواستن خودکشی بکنن، و وقتی که نگاه میکردی با بغل دستیش که خیلی زجر کشیده بوده چه تفاوتی میتونسته داشته باشه؟ تفاوت این روایت هایی که خودش برای خودش ساخته بوده در قبال اون مسائل. نگاه میکنم به دو قلوها، میبینن که هر دوتاشون در یک شرایط با یک پدر و مادر در یک سلول بزرگ شدن، به دنیا آمدن و بزرگ شدن، ولی چطوره که برداشت هاشون انقدر متفاوت؟ هنوز علم نتونسته ثابت کنه چرا برداشت میکنیم، چطوری برداشت میکنیم، چه مسائلی ما انتخاب میکنیم که برداشت کنیم، ولی یه چیزی مشخصه، ماهاییم داریم برداشت میکنیم، ماهاییم داریم داستان میسازیم. خوبیش میدونیم چیه؟ اگه ماهاییم که داریم داستان میسازیم شاید هم بتونیم داستانمون رو عوض کنیم، چون ماهاییم که اونا رو درست کردیم. داستان هامون بعد از یه مدتی ما رو محدود میکنه، نگرمون میداره، من توانا نیستم، من قادر نیستم، نمیتونم انجام بدم، من اینم یا اونم، من زنم و این بالای سر من یک فضاییه که نمیتونم از اون رها بشم، من ایرانی هستم، هر داستانی که برای خودم میسازم، من همسر کسی هستم و کاری نمیتونم بکنم، من بچه کسی هستم و کاری نمیتونم بکنم، کجاست که اون داستان ها شروع میکنه من رو نگه داشتن؟ و زمانی که منو نگه میداره اجازه نمیده که من رها بشم، کجاست که من دارم به اون داستان ها حالا گیر میدم؟ دقت بکنین در ذهن خودتون چه داستان‌هایی برای خودتون ساختین که جلو برنده است، محرکه، و هر روز که از خواب بیدار میشین قدرتی میشه برای شما که شما رو حرکت بده در فضایی که هر نوع ناامیدی و رنج براتون به وجود بیاد. چه داستانی ساختین که شما رو نگه میداره و اجازه نمیده که تکون بخورین؟ چه داستانی راجب خودتون ساختین؟ بعد چه داستانی راجب بقیه ساختین که شما رو اجازه نمیده که با اونها اون ارتباط رو داشته باشین؟ داستانهایی مثل من نمیفهمم چرا مادر شوهر من این حرکات رو میکنه، مادر شوهر مگه نباید یه مدل دیگه ای باشه، مگه من انتظار نداشتم که وقتی ازدواج میکنم در فضای اون ازدواج اینها من بغل کنن و بگیرن و ببرن جلو، چطور این یکیش گیر من افتاد؟ پس میبینیم که در یک سری چارچوب ها خودمون رو نگه میداریم و اون چارچوب ها میتونه محدود کنه، و کاری که میکنه اینه که ما رو از واقعیتی که داره اینجا اتفاق میفته، بین من و شما هر لحظه داره اتفاق میفته، دور میکنه، ما رو تو افسانه هامون گیر میندازه. چند نفر شما از صبح که بلند شدین انتظار داشتین که زندگی یک مدل به خصوصی تمام روز بره، و چقدر این اتفاق نمیفته در روز، و بعد ما عصبانی میشیم، انگار یکی بدهکار بوده، اینا رو قول داده و افسانه من اینه که این بوده، پس چطور در نمیان؟ پس من به خودم اجازه میدم که خشمگین باشم، شکوه کنم، شکایت کنم، غر بزنم صبح تا شب، زندگی خودم رو خراب کنم، هر کسی دیگه مطرفم هست، کیو دارم آزار میدم؟ اول خودم رو، بعدم بقیه رو که در کنار من هستن. واسه یه چی؟ برای اینکه در واقعیتی که داره اتفاق میفته حاضر نیستم باشم و یاد بگیرم اون مهارتو که هر اتفاقی که داره میفته من هم باید مهارتشو بلد باشم که با اون چی کار کنم. وقتی که به اینجا میرسم ذوق زندگی و زندگی کردن که حقمه، ولی نه که حقمه که کسی قول داده بهم، اینه که حقمه که چون انسانم و میتونم به وجود بیارم رو از بین میبرم. نه که دنیا سخت نیست، دنیا سخته، ما مثل هر حیوان دیگه‌ای که شما رو تو جنگل بذارن حیوانات چه کار میکنن؟ صبح پا میشن بعد مواظب باشن یکی نخورتشون،
بعد مواظب باشن یه چیزی پیدا کنن بخورن. فکر کنین برای بقیه ساده است؟ فکر کنین برای بقیه کسایی که تو کره زمینن ساده است؟ ولی یه جایی ما انتظار داریم ساده باشه. ولی با اینی که انتظار داریم ساده باشه و ما بیایم سادهش کنیم، ما میایم سختش میکنیم. چون اونی که هست میاد. اگه جنگ قراره بیاد میاد، اگه مسائل قراره بیاد میاد. اگه شما میتونین کاری راجبش بکنین، پس بکنین. ولی اگه نمیتونین کارشو کاری راجبش بکنین، حداقل با خودتون جنگ نکنین. حداقل با اطرافیانتون جنگ نکنین. حداقل زندگی رو به خودتون سخت نگذرونین یا کاری بکنین برای اونا. یکی از کارهایی که ما انسان‌ها میتونیم انجام بدیم که حیوانات نمیتونن انجام بدن، ولی ما یاد نمیگیریم از کودکی که اون کار انجام بدیم، میدونین چیه؟ برگشت به خودمون، نگاهی به خودمون، ریفلکشن به خودمون، آگاهی به خودمون، حتی آگاهی به قسمتی که آگاهی داره به خودمون. کسایی که مدیتیت زیاد کردن قشنگ میتونن این لایه‌ها رو حس بکنن. ما یاد نمیگیریم، ولی همه ما این مهارت رو داریم. و برای اینکه زندگیمون اتومات نباشه و لحظه به لحظه زندگی رو بتونیم ماها کسی باشیم که داریم رانندگی میکنیم و میبریمش جلو، چند تا کار تفکیک و تشخیص داره که میتونیم اونو انجام بدیم. اولیش فکر کردنه. اولا اینو بدونیم که ما تمام ماها ارتباط پیدا میکنیم و هویت داریم در رابطه. هیچ کدوم ما بدون رابطه هویت نداریم. ما انسان‌ها رو در یه جا بذاریم، هیچ کسی در کنارمون نباشه، یه توپ پیدا می‌کنیم، باش رفیق میشیم، حرف میزنیم. ما فقط و فقط در رابطه زندگی میکنیم. یا رابطه ما با دیگران، یا رابطه‌ای که حدس میزنیم دیگران با ما دارن و در ذهن اونها داریم زندگی میکنیم، پروجکت میکنیم و بعدم خودمون رو همه جا میبریم. یه رابطه داریم با خودمون که در مغزمون هی با خودمون حرف میزنیم. یا فوش و بعد بیرام میدیم، یا قربون صدقه خودمون میدیم، یا خیلی بالا پایین میکنیم خودمون، همیشه خودمون داریم میبریم. پس این سه تا رابطه دائم داره اتفاق میفته و ما فکر میکنیم هر لحظه الکتریکال پاس میزنه اینا، چه شما بخواین چه نخواین اینا داره میزنه. خواب باشین بیدار باشین اینا داره میزنه و شما انتخاب میکنین کدومشو بهش ارجحیت بدین، قدرت بدین، فکر بکنین و برین جلو. هیچ وقت شما فکر کردین چه جوری فکر میکنین؟ فکر از کجا اومده؟ فکر لحظه به لحظه داره میاد. تصمیم هایی که شما میگیرین راجع به خودتون و دنیاتون، اونهاست که داره شما رو جلو میبره. مقداری از این فکرها از قبله، از گذشته است. مقداری از این فکرها مال آینده است. ولی شما در لحظه زندگی میکنین و تمام اتفاقایی که گذشته افتاده رو میفرستینش به آینده و بعد خودتون رو میترسونین از اون آینده و یا همون گذشته رو دوباره به وجود میارین در آینده. در حالی که وقتی که لحظه به لحظه حضور داشته باشین که این جایگاهی که من الان هستم فکرم کجاست، از کجا اومده، چه جوری این فکر بر من به وجود اومده، آیا میخوره به این اتفاقی که جلوی من واقعی داره میفته، یکی از افسانه هایی که از قبل آوردم، آیا گیر کردم توی اون افسانه ها، آیا فکر من داره قدرت به من میده که منو جلو ببره، یا فکر من داره جلودار من میشه که نذاره من جلو برم. دومین مسئله که اتفاق میفته هر لحظه احساسه. وقتی تفکیک میکنیم بین احساسم، بهتون بگم من از هر کی میپرسم احساسش چیه، فکرشو به من میگه، بهش میگم فکر چیه، کارشو به من میگه، رفتارشو میگه. ما یاد نگرفتیم تفکیک کنیم بین فکرمون و احساسمون و رفتارمون. احساس یا غریزیه که چند تاست، غم، خشم، ترس، و اون احساسای غریزیه که مثل سیگنال به ما میگه این کارو نکن، اینجا مواظب باش، یه مسئله پیش اومده، که اونا رو به عنوان سیگنال میتونیم نگاه کنیم که چیکار کنیم. و بعد دوم احساسای ثانویه، که اول یه فکری میکنیم، یه تصمیمی میگیریم، یه معنی میسازیم، نسبت به اون یک سری احساس برام به وجود میاد. احساسا رو نگه میداریم تو بدنمون، چون احساس فقط تو بدن ما داره اتفاق میفته. وقتی تو بدنمون نگه میداریم ولی بلد نیستیم که رهاشون کنیم، گیر میکنن. وقتی آزار و اذیت میبینیم، وقتی که آزار جنسی میبینیم، یا کسی کتکمون میزنه، یا روبرو میشیم با مرگ، این تروماها، این حادثه ها گیر میکنه، گیر میکنه که ما بتونیم بقا داشته باشیم، بریم جلو. و لحظه‌ای که گیر میکنه و ما نتونیم اینا رو رها کنیم، یه جایی توی حفره میمونه، لحظه به لحظه میاد بیرون که هی رها کنه خودشو، ولی در کنارش ترس به وجود میاره. در نتیجه باز ما رو از زنده بودن رها میکنه، میبره در فضای بقا نگه می داره، بقای هویت، بقای دارایی،
بقای کسی که هستن. و چی کار میکنه این در بقا زندگی کردن؟ از زنده بودن میبنده. زنده بودن رو دیگه حس نمی کنیم. شاد بودن رو دیگه حس نمی کنیم. در اینجا تفکیک بین چه فکری دارم، چه احساسی دارم، چه فکری رو انتخاب میکنم، چه احساسی رو انتخاب میکنم. خیلی از ماها که از کودکی ابیوز شدیم به هر دلیلی، یک مدل به خصوص فکری و حسی همیشه جزو دیفالت موده. یعنی دقت کردین اگه هیچ فکری نکنین، هیچ اتفاقی نمیفته، همه چی خوبه، دفعه احساس شما یواش یواش میره یه جایی به خصوصی. مثلا کسایی که خشمگینن و احساس اصلیشون خشمه، دفعه میبینید بیکار گرفتی نشستی شروع میکنی تو ذهنت با یکی دعوا کردن. دیدی بعضیا تشویش و اضطراب اون فضای دیفالت پوزیشنه. همه چی که آروم، هیچ اتفاقی نمیفته، چراغا خاموشه، دفعه میبینید دلهوره میاد. فردا چی میشه؟ نکنه پول نداشته باشم، نکنه بمیرم، نکنه این اتفاق بیفته، نکنه. یا غم. میبینی یک دفعه همه چی آروم، یک دفعه میره تو غم. میره یاد یه چیزی رو که از دست داده میفته و اونا رو شروع میکنه قلقل کردن آوردن. نگاه و شناخت کدوم احساسه که احساس زیربنایی برای من شده، از کجا اومده، چرا گیر کرده و جوری که بتونم اونو رهاش بکنم، فضای زندگی منو باز میکنه که هر احساسی رو به موقع، سر جاش، موقعی که واقعا باید وجود داشته باشه، لحظه به لحظه با واقعیتی که اینجا داره میگذره بگذرونم. دیدین مسائل شادی داره پیش میاد. توی عروسی هستین، شما نشستین اینجا غور میزنین، گریه میکنین، ناراحتی. یک جای دیگه ای که واقعا اتفاقی میفته، مثل شرایطی که در دنیا میفته، نگاه میکنیم تو تلویزیون و جلومون چشمون میفته و نامیم، اصلا وجود نداره اون احساس. پس کجاست که یه جا گیر کردیم ولی حضور نداریم بین اتفاقایی که داره میفته که احساس درست رو راجبش داشته باشیم؟ کجاست که قلبمون و احساسمون میکشه ما رو با اینکه عقلمون میگه نه؟ تمام اعتیادها. کجاست که قلبمون رو میکشه ما رو، مغزم یه جوری چه درست میکنه و توجیه میکنه و میاد دنبالش. کجاست که مغز ما رو میکشه، باید این کار رو بکنی، این کار درسته، قلبم یه جوری یواش یواش دنبالش میره. و کجاست در زندگیتون که این دوتا همگامن و تقریبا با هم دارن حرکت میکنن؟ و چقدر جالبه که قسمت‌های مختلف زندگیتون رو نگاه بکنید. قسمت‌ها رو منظورم چیه؟ ارتباطتون با آدم‌ها. کجاست که ماها ارتباط داریم؟ رفتار ما، افکار ما و احساس ما این ارتباطات و تأثیرها رو به وجود میاره. کجاست که تضاد داریم بین خودخواهیمون؟ کجاست که چیزایی که من دوست دارم به درد من میخوره، من میخوام داشته باشم، ما رو میکشونه؟ کجاست که یک جاهایی هست که بقیه رو ایثارگریم میاد، حتی اگر خودم نخوام انجام بدم برای اونو انجام میدم؟ خیلی ما برای بچه هامون ما این کار میکنیم. از خوابم میگذرم، از گرسنگیم میگذرم، از خیلی چیزا میگذرم به خاطر یک انسان دیگه. کجاهاست که باید بگذرم ولی خودخواهی میکنم؟ کجاست که باید یک جا باوندری و مرز خودم رو بذارم ولی به خاطر مهرپروریم یا خواستن عشق یک نفر دیگه یک کار دیگه ای انجام میدم و این تضادها رو به وجود میارم؟ انسان ها پر از تضادن، ولی ای تا زمانی که ما تضادهای خودمون رو نشناسیم، رفتارمون متضاد میشه و در نتیجه نتایجمون متضاد میشه با اون چیزی که میخواستیم داشته باشیم و اون نیتمون. نیت من چیه در زندگی؟ چی میخوام به وجود بیارم؟ کجا میخوام باشم؟ چه ارزشهایی رو میخوام زندگی کنم؟ کجاست که میگم عشق میخوام به وجود بیارم؟ کافیه این زن یا شوهر من دیر فقط 5 دقیقه بیاد بیرون، عشق که یادم میره هیچی، شرقه هایی میکشم سر طرف، بعد که تموم شد میمونه خب عشق چی بود که من میخواستم به وجود بیارم؟ کجا رفت این نیت؟ تضادها از کجا داره میاد؟ چه نیت دیگه ای اونجا بود که اومد ورای این نیت مهمتر شد؟ حس امنیت من شاید. وقتی که نیت من مشخصه و انتخابش میکنم و جزء اون اتومات نیست که از پشت هی میزنه تو، اون وقت میتونم اون لحظه نگاه کنم. نه اینی که ممکنه امنیتم نیاد، خطرش به وجود نیاد، نه اینی که نترسم، نه اینی که خشمگین نشم، میتونم یادم بیاد همه اینا شدم، مگه میخواستم عشق به وجود بیارم؟ میشه حالا پس با عشق سوال کنم؟
میتونم عشقم رو تجربه بکنم و تازه بپرسم خب کجا بودی، چطور بودی؟ میشه دفعه دیگه به من بگی که میای؟ به جای اینکه خشمم رو رها کنم. وقتی نیتم مشخصه میتونم که دنبال اون نیت برم. نیت من، فکر من، احساس من، رفتار من رو به وجود میاره. رفتار من انتخاب منه. فکر من انتخاب من نیست. احساس من انتخاب من نیست. اونی که روش فکر میکنم و حس میکنم انتخاب منه. میاد، از 10 تا فکر یکیشو شروع میکنم نگاه کردن. از 10 تا حس یکیشو شروع میکنم پرورش دادن. دقیق کنید، بعضی موقع میتونین مثل اینکه کباب باد میزنین این الو بدین به این خشمتون بره بالا، وقتی هم که کارتون تموم شد میتونین یه حرفی دیگه به خودتون بزنین، آروم کنین خودتونو. پس اونها رو همه رو میشه وقتی که اومد کاری راجبش کرد. رفتارتون فقط کنترل شماست. اونها پروسه درونیه، این یکی پروسه بیرونیه. و نمیشه گفت که شما قرار مظلومش باشید. حتی اگه بخواید به خودتون دروغ بگید که مظلوم رفتارتون هستید، بقیه دنیا شما رو مسئول نگه میداره. فرقی نمی کنه. مسئول رفتارتون هستید. مسئول تأثیری هستید که رفتار شما انجام میده. در نتیجه انتخاب کنید. میخواین داد بکشین، میخواین عاشق باشین، میخواین ارتباط خوب به وجود بیارین، میخواین برین جلو، میخواین کاری انجام بدین. رفتار شما مکررن با بقیه خواهد بود. ارتباط شماست با بقیه، انتخاب شماست در این ارتباط با بقیه و انتخاب شماست که این ارتباط چه نتایجی رو داره به وجود میاره. و هر نتیجه‌ای که به وجود بیاره که نتیجه نیستش اینجا، یا نتایجی رو به وجود میاره که شما دلتون میخواد و میرسید بهش، یا نتایجی رو به وجود میاره که شما درس میگیرید ازش برای فردایی که قرار اون نتایج به وجود بیاد. ما تمام نتایج رو با بقیه به وجود میاریم. هیچ کس در دنیا نیست که بتونه فکر بکنه که من تنها جلو رفتم و تنها به جایی رسیدم. نمیتونید. امکان نداره. جزء واقعیات نیست. پس هر رفتاری که شما انجام میدید، و رفتار گفتارتون هم رفتارتونه، هر رفتاری که شما انجام میدید، چه گفتاریه، چه عملیه، چه نان وربالیه، با چشماتون حرف میزنید، همه اینها تأثیر داره. انتخاب تأثیرش شمایید و در اون فضای انتخابه که زندگی شما ساخته میشه. میتونید مظلوم همه این مسائل خودتون بشین یا میتونید مسئول رفتارهای خودمون باشین. در این فضا دوباره ذوق برمیگرده، ذوق لحظه به لحظه که آیا اتفاق زیبایی داره میفته و من دارم زیباش میکنم، اتفاق زیبایی داره میفته و من دارم بدش میکنم، اتفاق خیلی ناراحت کننده و دردی داره میفته و من درد میکشم و با دردش واقعی هستم و رهاش میکنم و بعد یک لحظه دیگه اتفاق زیبایی میفته و دوباره میرم توی اون زیبایی. این فضای زندگیه. وقتی این فکر، این مدل آزاد میشه که بدون گیر کردن میتونه خودش رو روون داشته باشه و حس روون داشته باشه، است که فضای مهر و عشق که فضای اصلی هر انسانه که در کودکی این رو داره و باهاش داره به دنیا میاد و اصل واقعیش اون هست، فکر آزاد، فکر باز، عشق و مهر و ذوق تجربه، دوباره هر لحظه براتون برمیگرده. آرزوی زندگی و فکر باز، آزاد، احساس روون و شاد و مهر و عشق و رفتار مسئولانه و تأثیر بسیار زیبایی رو برای همتون دارم و میتونم که همتون رو میتونید به وجود بیارین اگه انتخابش کنین. مرسی. خیلی ممنون.